دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانی زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید دمه قتل آقا محمد خان وضع دربار سلاطین شرق در سفرها با وضع امروز خیلی فرق داشت امروز زمامداران شرق و غرب با وسایل نقلیه سریع و سیر حرکت می کنند و زود به مقصد می رسند و خود و ملازمانشان مجبور نیستند که وسایل سفر را هم نمایند در گذشته هر کس که میخواست به سفر برود باید همه چیز را که در راه مورد احتیاجش باشد ببرد و اگر یکی از هوایج خود و فلمسل نمک را برای طبق غذا نمی برد هرگاه در راه به قریه ای نمی رسید تا اینکه نمک فراهم کند محکوم بود که غذای بی نمک تناول نماید توشه افراد کم بزاعت زیاد نبود و در یک خرجین جا می گرفت ولی سلاطین هنگام سفر توشه بسیار حمل می کردند و تمام چیزهایی که در هزار مورد علاقه پادشاهان بود در سفر نیز برده میشد. آقا محمد خان قاجار پرخور نبود و به خصوص در اواخر عمر به اغزیه ساده نباتی می ساخت مهازا با آشپزخانه ای بزرگ حرکت می نمود زیرا ملازمانش غذا می خواستند و باید برای آنها غذا تبخ نماید علاوه بر آشپزخانه سلاطین شرق و از جمله آقا محمد خان قاجار آبدارخانه خانه داشتند که در غرب نظیری برای آن نمی توان یافت آبدارخانه عبارت بود از دستگاهی که انواع شربتها و سالاتها و مرباها و میوه های تازه را نگاه می داشت تا اینکه هنگام صرف صبحانه و نهار و شام پادشاه به مصرف برسد و به مناسبت وسعت دستگاه آبدارخانه و اینکه مقداری زیاد شربت و سالات و مربا و میوه تازه در آبدارخانه وجود داشت ملازمان شاه هم از آنچه در آبدارخانه بود بهره من می شدن. سومین دستگاه که در سفرهای سلطنتی حمل میشد صندوقخانه بود صندوق البسه شاه را حمل می کرد و لباسهایی که شاه به رسم خلعت به دیگران میداد خزانه سلطنتی که در سفرها حمل میگردید گاهی زمیمه صندوقخانه بود و زمانی از آن مجزا می میگردید در دوره سلطنت نادرشاه در سفرها خزانه سلطنتی از صندوقخانه خانه مجزا می شد اما در دوره سلطنت خانه قاجار خزانه پادشاهی منظم به صندوق خانه می گردید. سلاطینی که علاقه به خواندن کتاب داشتن مثل آقا محمد خان قاجار در سفرها کتابخانه نیز حمل می کردند و گرچه ارزش کتابخانه به خزانه سلطنتی نمی رسید. اما نسبت به امروز خیلی گرانبها بود چون در ایران فن چاپ هنوز مرسوم نشده بود و کتاب ها را با دست می نوشتند و لذا هر کس نمی توانست کتاب ابتیا کند و کتاب را از اغنیا و عمرا و سلاطین خریداری می کردند کسانی که در آبدارخانه و صندوقخانه و کتابخانه کار میکردند به اسم کارکنان خلوت یا عمله خلوت خوانده میشدند خدمت کردن در خلوت بالاخص در دربار سلاطین قاجاری داوطلبان زیاد داشت و علتش این بود که کارکنان خلوت میخواستند پیوسته در معرض نظر پادشاه باشند و شاه آنها را میدید و قیافه اشان را به خاطر داشت و اسامی بسیاری از آنها را میدانست و اگر می خدمتی بکنند که مورد پسند شاه واقع گردد ترقی می نمودند. در دوره سلاطین قاجاری چند نفر از کسانی که در آبدارخانه به خدمت مشغول بودند صدر اعظم شدند کارکنان خلوت در سن جوانی و گاهی در سن ده یا دوازده سالگی به توصیه پدران خود که در خدمت پادشاه بودند یا به توصیه یکی از خیشاوندان که در دربار نفوذی داشتند وارد خدمت خلوت می شدند و رفته رفته به کارها آشنا می گردیدند. بعد از وصول به مرحله رجولیت به آنها رتبه داده میشد و اگر خدمات آنها توجه پادشاه را جلب می نمود به کار دیگر گماشته می شدند و به خصوص اگر سواد خواندن و نوشتن داشتند در بین کارکنان خلوت آقا محمد خان قاجار مردی بود به اسم صادق خان نهاوندی که دارای رتبه نایب بود. صادق خان نهاوندی که در آغاز خدمت به اسم صادق نهاوندی خوانده میشد جزو کارکنان خلوت جهان سوسیا یعنی برادر خان قاجار بود که در فصول اولیه این سرگذشت گفتیم که چگونه در ولایات شمالی ایران در دوره کریم خان زند دعوی سلطنت کرد و سپس کشته شد پس از اینکه کریم خان زن زندگی را بدرود گفت و خان قاجار از فارس گریخ و خود را به تهران و آنگاه به استراباد رسانید صادق نهاوندی وارد خدمت خان قاجار گردید و چون در دربار جهان سوزشا خدمت کرده بود پذیرفته شد صادق نهاوندی در دربار خان قاجار ترقی کرد و دارای عنوان خان و رتبه نایب گردید و نایب در آبدارخانه و فراشخانه خان قاجار و سایر سلاطین قاجاری مردی برجسته بود بعد از اینکه شماخی گشوده شد به طوری که گفتیم خاجی قاجار تا راج شهر را قدیقن کرد گلدسمیت انگلیسی میگوید که صادق در دستگاه خاجه قاجار دارای نفوذ بود و بعد از ورود به شماخی به اتفاق دو نفر از فراشان خلوت وارد خانه یکی از اغنیای شهر شد و به عنوان اینکه خانه قاجار دستور داده که پنج هزار تومان از صاحب خانه بگیرند در حدود پنج هزار تومان و زینت آلات طلا از صاحب خانه گرفت. این واقعه در شبی اتفاق افتاد که صادق می دانست که بامداد روز بعد صبح زود باید از شماخی حرکت کنند و به شوشی مراجعت نمایند و صادق و دو شریک جرم او یقین داشتند که صاحب خانه دسترسی به خاجه قاجار نخواهد داشت. گولد اسمیت انگلیسی که این واقعی را نقل می کند نتوانست اسم دو شریک صادق نهاوندی را کشف نماید و نیز نتوانست اسم صاحب خانه را کشف کند بامداد روز دیگر مرد قارت زده از خانه خارج شد تا اینکه خود را به خاجی قاجار برساند و شکایت کند ولی شنید که بعد از طلوع فجر خان قاجار و همراهانش از آن شهر حرکت کرده اند پنج هزار تومان پولی نبود که بتوان از آن صرف نظر کرد و مرد مظلوم به سوی شوشی به راه افتاد تا اینکه تظلم نماید اما به هر کس که مراجعت می کرد مورد بی یا ریشخن قرار می گرفت و به او می گفتند در جنگ از این وقایع اتفاق می افتد و مرد مظلوم دسترسی به خانه قاجار ندارد. به او گفتند که در شوشی مستهدی هست به اسم حاجی بابک و هرگاه به وی متوسل شود چون نزد خان قاجار تقرب دارد ممکن است که شکایت او را به گوش خاجی قاجار برساند مرد قارت زده نزد حاجی بابک رفت و آنچه اتفاق افتاد برایش نقل کرد حاجی بابک از او پرسید که آیا میدانی اسم کسانی که به خانه ات وارد شدن چه بود؟ صاحب خانه گفت نه مجتهد شوشی پرسید آیا شکل آنها را به خاطر داری؟ صاحب خانه گفت فقط شکل یکی از آنها که معلوم بود نسبت به دو نفر دیگر برتری دارد در خاطرم مانده است حاجی بابک پرسید اگر او را ببینی میشناسی مرد قارت زده جواب مثبت داد بعد حاجی بابک از او پرسید که بگوید از وی چه برده اند آن مرد هم هر چه برده شده بود گفت و مجتهد شوشی نوشت تا اینکه فراموش ننماید آنگاه گفت سه روز دیگر عید قدیر است و من به مناسبت آن عید نزد خانه قاجار خواهم رفت تا اینکه به او تبریک بگویم و از آن فرصت استفاده خواهم کرد و نام ای که خواهم نوشت به او خواهم داد صاحب خانه گفت آیا شما نمی توانید شفاهی شکایت مرا به گوشش برسانید؟ حاجی بابک گفت در روز عید قدیر تمام کسانی که دارای اسم و رسم هستند برای تبریک به حضور خانه قاجار می رسند و نمی توان در حضور مردم با وی صحبت کرد مرد قارت زده مجبور شد در شوشی بماند تا اینکه عید قدیر برسد و حاجی بابک نزد خانه قاجار برود مجتهد شوشی نام ای که باید بنویسد نوشت و روز هجدهم ماه ذیحجه سال 1211 برای تبریک با نام نزد خان قاجار رفت بین زی زیحجه و شب قتل آقا محمد خان سه روز فاصله بود و مورخین شرق به مناسبت واقعی قتل باید تاریخ هیچده زیحجه را به درستی ثبت نماید. اما آن تاریخ هم به درستی ثبت نشد به طوری که هیچ مورخ ایرانی نتوانسته است که آن را تأیید کند که خان قاجار در ماه زی حجه سال 1211 کشته شد یا در ماه زی حجه سال 1212 محتاج به تفصیل نیست وقتی واقع ای با آن اهمیت در تاریخ شرق با تردید ثبت شود تاریخ جنگ های شوشی و شماخی هم دست خوش تردید میگردد روز هجدهم ماه زی حج فرا رسید و حاجی بابک برای مبارک باد نزد خان قاجار رفت و هنگامی که میخواست برود نامه را به دست خاجه قاجار داد و او هم نامه را در جیب نهاد و بعد از اینکه بار عام خاتم یاف نامه را گشود طبق روش فرمان روایی شرق در گوشه نامه چند سطر نوشت و بعد از اینکه نامه را بست صادقان نهاوندی را اعزار نمود و گفت نامه را به یکی از فراشان خلوت بسپارد تا اینکه به دست حاجی بابک برساند او هم یک فراش خلوت را خواند و نامه را به وی داد و ساعتی دیگر نامه به دست حاجی بابک رسید در آن نام خان قاجار به مجتهد شوشی دستور داد که بامداد روز دیگر هنگام نماز صبح مرد شاکی را به حضورش برسانند و شب قبل از خوابیدن گفت که روز بعد هنگام نماز شخصی را که می آید به حضورش برسانند آن شب که شیک صادق خان نهاوندی نبود و بام داد وی متزلم را ندید مرد قارت زده به حضور خاجه قاجار رسید و آنچه اتفاق افتاده بود گفت و نشانی صادق خان نهاوندی را داد طوری نشانی آن مرد سراحت داشت که خاجه قاجار نسبت به صادقان نهاوندی زنین شد و به متظلم گفت من شخصی را احزار می کنم و دستوری به وی می دهم و تو سر را پا این بینداز که تو را نبیند ولی از زیر چشم او را از نظر بگذران و بگو آیا مردی که با دو نفر دیگر به خانه ات آمد این شخص است یا نه آنگاه خانه قاجار پیش خدمت را احضار کرد و گفت به صادق خان نهاوندی اطلاع بده که بیاید خاجه قاجار می دانست که کشی که صادق خان از بام داد شروع شده و چند لحظه دیگر صادق خان نهاوندی وارد اتاق شد و سر فرود آورد مرد شاکی پشت به در و رو به خاجی قاجار ایستاده بود و لباس در بر و کلاه بر سر داشت و سر را پایین انداخت. منظور این است که در آن شب که ساده خانه نهاوندی و دو نفر دیگر که به خانه اش رفتند او در خانه نه لباس داشت و نه بر سر کلاه زیرا هر مرد در خانه لباس را از تن می کند و کلاه را از سر بر می دارد نهاوندی بعد از اینکه وارد اتاق گردید متزلم را نشناخت برای اینکه لباس در بر داشت و پشت بدر کرده بود خان قاجار خطاب به صادق خان نهاوندی گفت آیا نام ای که دیروز به تو دادم به دست حاجی بابک رسید صادق خان جواب مثبت داد خاجه قاجار گفت بگو بیایند و لاله ها را ببر چون در آن موقع هوا روشن شده بود و احتیاجی به لال نداشتند آقا محمد خان قاجار به صادق خان نگفت که لاله ها را از اتاق خارج کند چون صادق خان مردی بر به شمار می آمد و دارای مقام بود و این بود که به صادق خان گفت بگو بیایند و لاله ها را ببرند ولی خود صادق خان به لاله ها که دو طرف خاجه قاجار بود نزدیک گردید و در آن هنگام متزلم سر را پا این انداخ که صادقان خان نتواند وی را به خوبی ببیند صادق خان خم شد و لاله ها را برداشت و از اتاق خارج گردید و خان قاجار از مرد شاکی پرسید آیا این مرد را شناختی آن مرد گفت این شخص بدون تردید همان است که با دو نفر دیگر وارد خانه من شد و پنج هزار تومان پول و طلا از من گرفت و گفت که پادشاه ایران دستور داده که آن پول از من گرفته شود و من نه فقط قیافه بلکه صدایش را شناختم خانه قاجار گفت مسکن تو در اینجا کجاست مرد شاکی منزل خود را نشان داد خانه قاجار گفت تو برو و در منزل باش تا خبر من به تو برسد و هنگام خروج از اینجا هم سر را پایین بینداز که اگر صادق خان تو را دید نشناسد قدری که از روز گذشت آقا محمد خان صادق خان نهاوندی را احضار کرد و به او گفت که بدون درنگ سوار شود و به قریه ای واقع درس فرسنگی شوشی که زردالوی آن معروف بود برود و مقداری از آن زردالو را بیاورد صادق خان نهاوندی از آن دستور حیرت نکرد و آن را نشانه اعتماد خاجه قاجار نسبت به خود دانست. سلاطین گذشته ایران هر بار که یکی از ملازمان خود را مأمور می کردند که برای آنها غذا یا میوه بیاورد باعث مباهات مأمور می زیرا می فهمید که سلطان به او اعتماد دارد و می داند که غذا یا میوه را آلوده نخواهد کرد تا اینکه باعث مسمومیت سلطان شود. صادق خان نهاوندی که می دانست خاجه قاجار اغذیه گیاهی و میوه تناول می نماید گفت که اینک مدتی از روز می و من نمی توانم امروز برای شما زردالو بیاورم زیرا سه فرسنگ باید بروم و سه فرسنگ هم برگردم و لا اقل دو سه ساعت هم صرف چیدن زردالو از درخت و قرار دادن آنها در جعبه می شود خانه قاجار گفت من نمیخواهم که امروز مراجعت نمایی و میتوانی فردا بیایی ولی باید طوری باشد که من بتوانم فردا هنگام صرف صبحانه زردالو بخورم صادقان نهاوندی سوار بر اسب خود شد و رفت و بعد از اینکه ساعتی از عزیمت آن مرد گذشت خان قاجار دستور داد که منزلش را مورد تفتیش قرار بدهند بعد از اینکه مسکن صادق خان نهاوندی مورد تفتیش قرار گرفت زینت های طلا که صادق خان از مرد متزلم در شماخی گرفته بود در آن خانه به دست آمد و آنها را برای خان قاجار بردند خانه قاجار مرد شاکی را احضار کرد و اشیای مزبور را به وی نشان داد و آن مرد گفت اینها چیزهایی است که با اشیای دیگر در آن شب که صادق خان با دو نفر به خانه من آمد به زور از من گرفته شد خانه قاجار گفت بقیه چیزهایی که از تو گرفته شده نزد دو نفر دیگر که آن شب به خانه ات آمدن می باشد و فردا صبح آن دو نفر را نیز خواهم شناخت و هرچه پول و طلا آلات از تو گرفته اند پس خواهم داد و آن سه نفر مجازات خواهند شد. بامداد روز دیگر ساده خان در حالی که دو جعبه زردالو در دو لنگه نهاده بود مراجعت کرد. همین که وارد شد و قبل از اینکه نزد آقا محمد خان برود و بگوید که زردالو را به آبدار خانه برده و به آبدار سپرده است دو فراش خلوت که در شماخی به اتفاق وی به منزل مرد شاهی رفتند چگونه گی واقعه دیروز را به اطلاع صادقان رسانیدند و به او گفتند که از منزلش مقداری طلا به دست آمده و آن را نزد خاجه قاجار بردند آن وقت صادق خان فهمید که منظور آقا محمد خان از فرستادن او به خارج برای آوردن زردالو این بود که وی را از شوشی دور کند و منزلش را مورد تفتیش قرار بدهد. و نیز فهمید که خانه قاجار صاحب پول و طلا آلات را احضار کرد و اشیایی را که از خانه وی به دست آمده بود به آن مرد نشان داد و معلوم می شود آن مرد از شماخی به شوشی آمده و در آن شهر است از نشانی هایی که دو فراش راجب لباس شاکی دادن خانه نهاوندی دریافت مردی که دیروز صبح نزد خانه قاجار بود همان بود که آن سه نفر به خانه اش رفتند و پنج هزار تومان و طلا آلات گرفتند صادق خان نهاوندی و دو فراش خلوت که شریک سرقت وی بودند مشورت کردند تا چه کنند هر سه به شغل خود علاقه داشتند چون گفتیم که کارکنان خلوت کسانی بودند که از کارکنان با اهمیت دربار سلاطین قدیم به شمار می آمدند و اشخاصی که دارای حامی با نفوز نبودند نمی توانستند جزو کارکنان خلوت شوند صادقان بیش از دو نفر دیگر به شغل خود علاقه داشت زیرا مدتی خدمت کرد تا اینکه نایب فراش خانه خلوت شد و نمی توانست از آن منصب صرف نظر کند و از درآمد آن چشم بپوشد در حالی که آن سه نفر مشغول مشورت بودند به صادقان اطلاع دادند که شهریار او را احضار کرده است و میگوید من منتظر زردالو هستم گفته مزبور برای اقفال صادقان نهاوندی بود و همان گونه که اقفال هم شد وقتی صادقان شنید که خاجی قاجار گفته است که من منتظر زردالو هستم دانست که شهریار با او سر لطف دارد وگرنه آن گفته را به زبان نمی آورد. اما قبل از اینکه از دو فراش خلوت که شریک جنایت وی بودن جدا شود گفت من تصور می کنم که دوچار خطر نخواهیم شد زیرا شهریار با من لطف دارد و پیش بینی می کنم که اگر نصف آنچه را که به دست آورده ایم به او بدهیم به ما کاری نخواهد داشت و اگر راضی نشد ناچاریم که هرچه به دست آوردیم به او بدهیم که دست از ما بردارد وقتی صادق خان نهاوندی وارد اتاق خان قاجار شد او را مردی یافت که منظوری غیر از خوردن زردالو ندارد. خاجه قاجار که مردی بود تو دار در آن هنگام فقط راجع به زردالو صحبت کرد و به صادق خان گفت که یکی از دو جعبه را باز کند و بعد از دیدن زردالو ها یکی را برداشت و نصف کرد و هسته زردالو را خارج نمود میوه را در دهان خود قرار داد و گفت زردالو را باید هنگام صبح خورد و زردالو ای که بام داد خورده شود فاید اش بیش از زردالو است که در وقت دیگر خورده شود بعد از اینکه خواجه قاجار اولین زردالو را خورد شیرینی و لطافت و طعم میوه را ستود اگر مردی غیر از صادق نهاوندی وصف زردالو را از آقا محمد خان می شنید فکر می کرد که خاجه قاجار مسئله دست برده آن سه نفر را در شماخی فراموش کرده اما صادقان نهاوندی که مدتی در خدمت خان قاجار به سر برده بود میدانست که وی آن مسئله را فراموش نکرده منتها نمیخواهد که او را مجازات کند و به احتمال زیاد قسمتی از غنیمت را از وی خواهد گرفت و آن وقت به کلی مسئله را فراموش خواهد نم. خاجه قاجار بعد از اینکه به قدر کافی میوه خورد به صادقان نهاوندی گفت بقیه زردالوها را ببرد و بقیه زردالوها عبارت بود از یک جعبه دست نخورده و جعبه ای که آقا محمد خان قدری از زردالوهای آن را خورده و بقیه به جا مانده بود صادقان آن دو جعبه را که یکی سربسته و دیگری سرباز بود از اتاق خاجه قاجار خارج کرد دو که جنایت او با وحشت منتظر مراجعت صادقان بودند تا از او بپرسند که شهریار راجب دست برده آنها در شماخی چه گفت صادق خان نهاوندی اظهار کرد که امروز آقا محمد خان فقط راجب زردالو صحبت کرد و راجب ما حرفی نزد ولی من میدانم که این موضوع را به میان خواهد آورد اما فکر می کنم که اگر ما قسمتی از آنچه برد این به او بدهیم وی راضی خواهد شد و روی هم رفته نباید متوحش بود فراش خلوت ها آسود خاطر و خوشحال شدند و زردالوی جعبه سرباز را خوردند در بعضی از تواریخ شرق گفته شده که صادق خان نهاوندی و دو فراش خلوت نیمی از خربزه را که نیمه دیگر آن را خاجی قاجار صرف کرده بود خوردند و ما گفتیم که آن روایت قابل قبول نیست زیرا پایان ماه سوم بهار در شوشی فصل خربزه نیست و حتی اگر خربزه را از پاییز سال قبل نگاه داشته باشند در پایان ماه سوم بهار قابل خوردن نیست چون زایع شده است ولی فصلی که خاجه قاجار در شوشی به قتل رسید فصل زردالو گلد اسمیت انگلیسی دنباله وقایع را اینطور ذکر می نماید بعد از اینکه که خان با دو جعبه زردالو مراجعت کرد جاسوسان خان قاجار او را تحت نظر گرفتند خاجه قاجار متوجه شده بود که اگر شرکای جنایت صادقان نهاوندی در بین فراش خلوت ها باشند به طور حتم بعد از مراجعت صادقان به او خواهند گفت که منزلش مورد تفتیش قرار گرفته است. لذا به جاسوسان سپرد که مواظب باشند که بعد از بازگشت صادقان چه کسانی با او تماس حاصل می کنند. جاسوسان دیدن همین که صادق خان نهاوندی برگشت دو تن از فراش خلوت ها که اسمشان در تاریخ ضبط نشده به او نزدیک شدند و چیزی به وی گفتند و صادق خان از حرف آنها ناراحت شد باز دیدن که بعد از خروج صادق خان نهاوندی از اتاق خاجی قاجار با جعبه زردالو بود و همان دو نفر به صادق خان نزدیک شدند و با وی صحبت کردند و زردالو خوردند جاسوسان این موضوع را هم به اطلاع خاجه قاجار رسانیدند و بر او محقق شد که آن دو نفر هم دست صادق خان نهاوندی بودند غروب آن روز خان قاجار مردی را که در شماخی مورد سرقت قرار گرفته بود احضار کرد و آنگاه صادق خان نهاوندی و دو فراش خلوت را احضار نمود آن سه نفر وقتی به حضور خاجه قاجار رسیدند و صاحب پول و طلا آلات را دیدند به لرز درآمدند و خاجه قاجار به آنها گفت یک قسمت از چیزهایی که شما به سرقت برده اید از منزل صادق نهاوندی کشف شده و بقیه را تحویل صاحب مال بدهید و سارقین مجبور شدند که آنچه برده بودند پس بدهند خاجه قاجار از صاحب مال پرسید آیا آنچه از تو گرفتن به تو رسید؟ وی گفت دویست تومان از پولی که از من گرفتن کم است خانه قاجار امر کرد دویست تومان از صندوق خانه به او بدهند و گفت این مبلغ را از بقیه اموال این سه نفر بعد از کشته شدنشان جبران خواهم کرد هر سه آن گفته را از دهان خاجه قاجار شنیدند و چون شب فرارسید دانستند که در آن شب به قتل نخواهند رسید اما بامداد داده روز دیگر مقتول خواهند شد دنیای کتاب صوتی